من شاهین نژاد هستم و همراه دوست گرامی شهرام آریان بخش ششم از سلسله برنامه هایی که میکوشیم از دیدگاه جنبش رنسانس ایرانی یک تحلیلی یا آنالیزی از تاریخ نسبتاً معاصر ایران رو بدهیم. به این منظور ما به 500 سال پیش رفتیم، از آغاز صفویه آمدیم و در 5 برنامه گذشته رسیدیم به آغاز دوره قاجار. هدف ما این است که پس از آنالیز آنچه که بر ایران در دوره قاجار گذشته وارد دوره پهلوی بشیم و سرانجام به انقلاب اسلامی سال 57 برسیم و تحلیل خودمون رو از این که چرا و چگونه رخ داد آنچه که همه میدانیم، شاید یک مقداری از چشم‌انداز تازه تری با شما در میون بگیره. شهرام جان درود بر شما، بالاخره وارد دوره قاجار شد. آره یه جوری وارد قاجار، البته یه خودی در مورد آقا محمد خان که صحبت کرده بودیم، خیلی چیزا هم آماده سازی کرده بودیم. ما پیوسته از صفوی هی سنجیده بودیم که گفتیم همه چی بعدن هی تازه بدتر هم میشه، یعنی حالا اون همه مثلا انتقادی که الان این اواخر مود از صفویه میکنن که من گفتم اونا نسبت به پیشش یه گشایشی بودن، اون چیزی که پیش از اون بود، ولی منم عرض کردم که شکست تاریخی، روحی، فلسفی فرجامین ایران اسلامی یا پس از اسلام در نقطه مهم صفویه که شاه عباس باشه خودش نشون داد، که انگامی که همه چی آماده شد، امکانات فراهم شد و این شاه عباس که شخصا یه انسان نابغه‌ای بود کوشش کرد که گشایش‌های پدید بیاره و ایران سررشته پیوست به فرنگ رو بجویه و واپس نیفته و عموم مهتران درس خوانده، علمای حوزه‌های علمیه که هم دانشگاه‌های اون موقع کشور بودن، براش بخوای عموم قشر میانه اونا خیلی اظهار نظری نکردن، گفتن که نه با همون شیوه سنتی اونا راضی ترن و بعد ایشون آخر سر در حقیقت با وجود اون همه کاری که انجام داد، هنگامی که داشت از جهان میرفت در حقیقت شکست خورده بود، چون مسئله اصلی که گشایش اندیشه در حوزه های علمی و در دانشگاه یعنی کشور بود اون نشده بود. یه مقدار نمیدونم استانو از عثمانی پس گرفتن و نمیدونم پرتغالی‌ها رو بیرون انداختن و اینا، اون کاری دراز مدت حل نمی‌کرد. امنیت تجاری و اینا البته اون کار مهمی بود، روان شاد، ولی بدون اون گشایش بنیادی در اندیشه همه چی محکوم دوباره به فروپاشی بود که همون هم شد. و انگامی که اونا رفتن و نادرم اومد، نادرم که همش دنبال کار نظامی بود و اونم طرحی نداشت واسه گشایش اجتماعی، رسیدیم به در حقیقت میان پرده زند و بعد به قاجار. این فرایند شکست فرجامین ایران اسلامی در زمان شاه عباس بعدن تو یک سراشیبی هی بدتر شونده خودش رو نشون داد به سوی قاجار. یعنی در زمان ببینید یه نقطه چیز بود، گزیرش بود، شاه عباس یه نقطه گزیرش بود که قوم ایران مسلمان شده آیا وقتی پاش میفته و کنترل کشور دوباره دستش میفته پس از 800 سال که دست بیگانه ها و مهاجمین و حمله کننده های ایلی ترک و مغول و اینا بود، الان که کشور دستش افتاده سر یه دوراهی بود که راه پیشرفت رو میخواد بره، با فرنگی ها همراه بشه، به سان ایران باستان پیشرفت رو و خرد رو و وجدان رو، اینجور چیزا، وجدان کاری رو بالا همچی میخواد بذاره، یا جنون این دینای ابراهیمی رو، و دو پاش رو توی یک کفش کرد، جنون رو انتخاب کرد. و اون زمان هنوز فاصله خب با اروپا کمتر بود، آشکار بود که وقتی شما جلوی دوراهی قرار میگیری و جنون رو انتخاب میکنی، روز به روز بعدش بدتر خواهد شد، چون اون یکی ها که جنون رو انتخاب نکردن، اون یکی که دارن چارنل میرن جلو. یعنی هر شب که تو میخوابی، هر بامداد که پا میشی، یه گام به سوی نابودی فرجامین نزدیکتر شدی، فقط خودت خبر نداری.
افزون بر اینکه شهرام جان، ما وقتی داریم در مورد کشور خودمون سخن میگیم، ما یک کشوریم، به هر حال یک نظامی بوده، یک ملتی داره، در حالی که وقتی همسنجی انجام میدیم با فرنگ و میگیم عقب میافتیم، در فرنگ هر هفته هر ماه نه یک کشور و یک نظام، بلکه چندین کشور با چندین دولت با یه سری مردمی که از برخی جاها با متفاوت بودن، خودشون دستاوردهای گوناگون داشتن. اون چیزی که در مثلا فرض کنیم بریتانیا انجام میشد یه چیزی بود افسون بر اون چیزی که در فرانسه انجام میشد و اون با چیزی بود که افسون بر هلند انجام میشد. در نتیجه اینها چون با هم در پیوند نزدیک بودن، هم از نظر جغرافیایی هم از نظر بدوبستان، طبیعتاً کمک میکردن غیر مستقیم به هم دیگه که سریع‌تر جلو برن تو این فرایند صنعتی شدن و مدرن شدن. ولی ما دور و برمون هم وضعیت خیلی بدی بود، یعنی جدا از اینکه خودمون خفته بودیم، در همسایگی ما هم آنچنان شرایط خوبی نبود که باعث میشد تاثیر همسایه هم بر ما تاثیر چندان خوشایندی نباشه. این سخنی که داری میگی، این یک اثبات ریاضی بر ورشکستگی کل جهان اسلام، چون پیرامون هم اونا همه پیشرفت ستیز بودن دیگه. البته وضعیت مغول ها در هند که یه مقدار راه رواداری با دین های دیگر رو میرفتن، اکبر شاه داستانش درازه و اون نمیخوایم وارد بشیم، اون یه آلترناتیوی بود از سوی هند، دست کم جنون به سوی ایران نمی اومد. اما از بقیه همسایه مسلمون جنون روزمره بسیار بدتر از اون چیزی که در سرزمین شیعه بود. شیعه در مقایسه با اونجا سوئیس اونجا بود، اون یکی ها که اصلا کاملا مالی خولیایی بودن، تا به امروز هم تندروهای سنی در مقابل با تندروهای شیعه این همین آینه رو نشون میدن. بگذاریم، اون چیزی که میگی درسته، در اروپا اینا تازه چند تا کشور اروپای شمالی یک جا آغاز کرده بودن، اینا تازه هماورد هم بودن و هر روز همدیگه رو هول میدادن به جلو. این یه گام میرفت جلو، اون یکی میترسید که واپس بمونه، اونم به خودش فشار میآورد توی زمینه دیگه، اون موقع اون میزد جلو، دوباره این یکی میترسید واپس بمونه، اینم دوباره اونجا به خودش فشار بیشتر، همدیگه رو میکشیدن به جلو. این بر همکاری بود در جنون و در واپسماندگی. یکی کسی هم میخواست پیشرفت کنه، بس که همسایه ها دیوانه بودن و عقب مانده، این یکی هم نگاه میکرد بیدید من بی خودی زیادی رفتم جلو. یعنی همچین روحیه بیشتر شاید هم حتی بود، ولی به حال همون که هماوردی نبود به سوی پیشرفت، خودش بس بود. این درست من یه مطلب بگم ایران سرزمینش اینقدر گسترده بود، از سرزمین افغانستان امروزی گرفته تا پنجاب، تا اونور، تا فرارودان، تا اینور، تا قفقاز، تا عراق، اینقدر سرزمین، تمام بدنه فلات اینقدر بزرگ بود. اگر این ایران ایران اسلامی نبود، یه ایران زرتشتی کلاسیک بود، این به سادگی میتونست با اروپا پنجه درف کنه. چون ما در روزگار پیش از اسلام هم این کانسپت رو داشتیم که استانها مستقل بودن. این استان خراسان شیوه گردانشش آخر سر اوریجینال بود نسبت به استان مثلا پارس، اون برای خودش اوریجینال بود، یعنی ویژه خودش بود. اینا درستی که دولت مرکزی بود که اینا رو هماراسته میکرد، اما اینا آزادی انجام منطقه‌ای و پیاده کردن اندیشه‌های منطقه‌ای داشتن. و بنابراین ما در حقیقت یک قاره‌ای بود برای خودش از کشورهای گوناگون که فقط با هم ارکستر میشن تو سیاست خارجیشون، هماراسته میشن، اما به خاطر این استقلالی که منطقه‌ای دارن، اون هماوردی که در اروپای سپستر بود در میون خود این استان‌های ایران بود که هر کدوم اینقدر پهناور بودن، یه بنزی کشور اروپایی بودن در حقیقت. و این یک خود این یکی از ابزارهای پیشبرنده ایران پیش از اسلام بود. مثلا اینا مناطق گوناگونشون اختراعات گوناگون می‌کردن، بعد با هم دیگه مسابقه داشتن در آیین جنگی، در داشتن نمی‌دونم دانشکده و کتابخونه‌هایی که اون اشراف رده بالا می‌گردوندن یا داشتن به عنوان زینت در حقیقت اون پایتخت خودشون نگاه میکردن. تا اندازه‌ای دوران پس از اسلام هم یه خورده دامن پیدا کرد، اما کیفیتش کوفته شد، اومد پایین. حالا بگذاریم، این بعد از که این روح مرده بود،
خب این دیگه گستره امپراتوری هم فرقی نمی کرد. اولا روح کار و پیشرفت و اینا مرده بود، بعدم یه دونه ضد تئوری پدید اومده بود، ضد ایران کلاسیک پیش از اسلام، تئوری به زور در هم گداختن و یکسان کردن. یعنی همون اندازه که در ایران پیش از اسلام استانها استقلال اندیشگی داشتن و خودشون رو تبلور میدادن و سلیقه‌های خودشون رو پیاده میکردن و توی رقابت تندرست با هم دیگه بودن، همون اندازه کرختی و یکسانی بود، چون الگو این بود که حقیقت مطلقه، این حقیقت هم دست اللهه، هر کیم کفش گوش نمیکنه شکنجه میکنه. پس بنابراین حقیقت مطلقه، این بار دست سلطانه، یعنی نمونه زمینیش، برای همه یکسانه، هر کیم گوش نکنه شکنجهش میکنه، تیک تیکش میکنه، چشاشو از حلقه میاره بیرون. یعنی اصلا یک ملات به زور یکسان کرخت فروکوفته بود در سر تا سر این امپراتوری. قبلش رقابت استانی بود با هم دیگه، همش یه رقابت پویای سازنده استانی. ولی ما نمیخوایم بازگردیم به ایران کلاسیک، ما الان تو همین ایران سراسر فروکوفته درب و داغونمون هستیم که در زمان شاه عباس جلو این دوراهی قرار گرفتش که باز میخواد پنجه در افکنه با اونایی که راه پیشرفت رو دارن میرن، یا راه جنون رو میخواد بره، و دو پاش رو توی کفش کرد که راه جنون رو میخواد بره. اون چی که پس از اون اومد دیگه یک فروپاشی رقم خورده بود به بدترین حالتش، چون هفته به هفته فاصله با اروپایی داشت بیشتر میشد. اون موقع همون موقعش که شاه عباس وقتی گزارش ها براش اومده بود که فرنگی ها چه ناوگان هایی دارن، حالا ما دوربر 1620 داریم صحبت میکنیم، ناوگان هاشون بعدن 1720 پایان نادری، اون دیگه از یک کیفیت دیگری بود. اونا دیگه همون، حالا ما تو تاریخ کشتی های بادبانی فرنگ هم نمیخوایم وارد بشیم که خیلی تاریخ جالبیه، چجوری از تکنولوژی کاراول ها آغاز کردن و بعدن به دو بادبانی و سه بادبانی و بعد با بادبان های کرانی و اینا رسید و بعد یه علمی برای خودش شد و این کشتی ها فراخ شدن و گسترده شدن و پیچیده شدن و در میانه صده 18 هم دیگه به یک پدیده های تکنولوژیک پیشرفته، با چوب بود و بادبان بود ولی یه پیشرفته سوفیستیکیتد بود، نشده بودن که میتونستن دیگه افراد بسیار رو حمل کنن، توپخانه های سنگین رو به خودشون ببرن و در داخل خودشون نمیدونم پزشک داشتن، نمیدونم جانورشناس داشتن، کشتی های جنگی که بعد وقتی جای پیاده میشه اونجا رو آنالیز، داستان پیشرفت فرنگ چیز بسیار هیجان انگیزیه. فقط داستان اینه که اینا سرآغازش رو زمان شاه عباس دیده بودن، شاه عباس هم تازه فهمیده بود که هوا پسه، ولی هیچ کاری نکردن. بعد این از که مرد مرد رو به قبله دراز، تازه هنگام زندگی هم که با اون به شدت در افتاده بودن که این منطقیون رو بیرون کن از حوزه ها، زیادی هم منطقی آوردی. الان از قاجار دوباره دور افتادیم، باز برگشتیم سراغ صفویه و میخواستم فقط برای اینکه یه چیز روشن بشه، الان که تو قاجار هستیم شما تصور بکنید، هدف این بازگوی این بود که 160 سال اینا از شاه عباس گذشته، تو این 160 سال چه قوقایی کردن فرنگی ها، اون ناوگان های اولیهشون به چه شکلایی در اومده. ما دیگه دوربر 1780 1790 هستیم، انقلاب فرانسه داره انجام میشه، حالا ما پروسه های دموکراتیک فلسفی رو میذاریم کنار تو همون بخش تکنولوژی فقط بمونیم. 1780 خدای من 100 سالی که نیوتن تئوریاشو داده بیرون، در اون سه بن قانون اصلیش اکسیوماش در مورد کنترل در حقیقت مکانیک، برای نخستین بار پس از ارسطو این آرزوی دانشمندا به حقیقت پیوسته بود که به وسیله ابزار ریاضیات بشه حرکات فیزیکی رو توضیح داد. یه بریک ثرو، یک دروازه گشایی بود در حد بزرگتر از کشف چرخ. و بعد از اون تو قرن 18 هم رو این افتاده بودن که کسایی مثل دالامبر و دیگران که این مکانیک رو به مکانیک آنالیتیک تبدیل کنن، لاپلاس و دیگران که از داخل این یک بستر عظیم ریاضی برکشیدن. حدود 1790 که آقا محمد خان دیگه در پی اینه که کنترل کامل بگیر دستش، با اون چش در آوردن اون آدم کشی ها و اون بساط قرون وسطایی و شبه قرون وسطایی عصر حجر مال اینها، عصر روشنگری هم دیگه گذرونده، چون روشنگری هم میونه حدود 1730 40 تا 80 مثل کانتو اینا دیگه تموم شده بود. درست.
اینا دیگه تو یک سیاره دیگری به سر میبرن. یعنی اصلا موضوع دیگه زمان شاه عباس نیست، موضوع یک فاجعه است که دیگه جلوش هم نمیشه گرفت، چون فاصله دیگه اینقدر نجومی شده نمیتونی دیگه اصلا جلوشو بگیری. حتی اگه همون لحظه هم یه آدم خیلی کارآمدی میومد در ایران سر کار و اون علمای دیوانه هم مثل همیشه با اون مخالفت نمیکردن، بلکه تا اندازه باش همکاری میکردن، نمیدونم چقدر احتمال بود که قصر از داستان در برن. یعنی دردآور شرم جان اینه که همزمان با شاه عباس در اروپا پیشرفت ها بسیار شتابانه، ولی روسیه بسیار بسیار عقب مانده است، هنوز یه سیستم نیمه بردهداری است و حکومت متمرکز و نیرومند هم تازه در حال تاسیس اونجا، ولی 160 سال بعدش در هنگام آغاز آقاجاریه دیگه دوره ایست که پتر کبیر اومده. زمان شاه عباس هنوز پتر کبیر نیومده در روسیه، کاترین نیومده، و بعد زمان آغاز قاجاریه ما یه همسایه نیرومندی داریم که زمان شاه عباس اصلا نیرومند نبود، اصلا متمدن نبود، و این همسایه نیرومند در آغاز سده 19 هم در دو جنگی مفاصله در 12 سال از هم دیگه بخش بزرگ قفقاز رو از ایران عملا تجزیه کرد. و دردآور اینه که هنگامی که تاریخ جنگ های ایران و روس رو میخونیم در دوره فتحعلی‌شاه پس از مرگ آقا محمد خان، میبینیم در هر دو دوره‌ای که ما مشغول جنگ بودیم، هم جنگ دوره اول هم دوره دوم، روس‌ها در اروپا مشغول جنگ بودن. یعنی روسیه در این حال که داشت با هماوردان اروپاییش می‌جنگی، در قفقاز ما رو شکست داد، و این خیلی غم انگیزه. معمولاً کشورها میتونن از درگیر بودن کشور دیگری با دشمنان دیگر بهره ببرن و امتیازاتی بگیرن، مانوری بدن، حتی با مذاکرات امتیازی بگیرن، در حالی که ما نه تنها نتوانستیم از این بهره بگیریم، بلکه بیش از پیش آسیب دیدیم و مناطق بیشتری از دست دادیم. این که به روسیه‌ای که خودش درگیر جنگ سنگین با اروپاست ما جنگ رو میبازیم، فکر میکنم همون میشه که یکی مثل عباس میرزا میاد یقه اون فرنگی رو که به عنوان مستشار در چادرش بوده، چادر فرماندهی، میگیره میکوبه به دیوار و میگه که به من بگو این رمز پیروزی شما چیست، چرا ما اینقدر بدبختیم، چرا اینقدر گرفتاریم. فکر میکنم عباس میرزا اونجا طرح پرسشی میکنه که ما تو تمام این برنامه های چند ماه گذشتمون کوشیدیم بهش پاسخ بدیم، در حالی که خود عباس میرزا پاسخ رو نمیدونست. فکر میکنم نمیدونست، اونا خیلی دور بودن، نمیتونن بفهمن. جای خیلی 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 مهمی دست نهادی. روس ها تو یک وضعیتی شبیه به ایران بودن، یعنی از اروپای شمالی واپس مونده بودن و جلوی دوراهی بودن که چه کنن. پتر کبیر، پتر بزرگ، شاه عباس اونا بود. او دست نهاد که بگشایه، باید زورم می آورد البته، ولی مهتران قوم باهاش همراه اومدن. یعنی ما با اینکه تو بخش بندی هایی که هست مسیحیت ارتدوکس بدترین و واپسمانده ترین شاخه مسیحیت شمرده میشه، یعنی از کاتولیسیزم و مشکلاتی که برای پیشرفت بشری پدید میاره بزرگ داره، ظاهرا بدترین حالت مسیحیت هنوز 10 برابر از اسلام رو به پیشرفت گشاده روتره. پتر کبیر اگه در ایران میخواست اون کار رو بکنه شانسی نداشت، همون مخالفت ها باش میشد، او هم فشار زیاد آورد، فشار زیاد بود، ولی خود قومم دیگه اینجوری نبود که دیگه تا پای مالی خولیا بره بگه من به زور میخوام از واپسماندگی دفاع کنم، اونجوری که مهتران قوم در حوزه علمی ایران میگفتن. و اون با یه فشار بالاخره در رو گشود و قوم مسیحیشون، ولی اینکه از حالت ارتدوکس یا خیلی عقب مانده تر مسیحیت، خیلی سار پذیرفت. البته هیچ وقت اروپای شمالی نشد، یعنی ابتکار فردی، وجدان فردی، اون چیزی که لوتر برنهاده بود تو این بخش جرمنی، اونا هیچ وقت تو بخش ارتدوکس پا نگرفتن، حتی پس از پیتر. سیستم روسا همیشه یک سیستم اتوریتر از بالا پیشرفت بکن موند، درست.
یعنی اتوریته از بالا باید دستور میداد بندر بزنید، این کار کنید، اون کار کنید، فلان. مال این یکی اروپایی‌های شمالی، اینا از یه جنس دیگری بود، اون از جنس همون زرتشت پیش از اسلام بود. یعنی هر انسانی یه موتور پیشرفت بود، یه موتوری که همینجوری با 2000 چرخش در دقیقه داره میچرخه، میخواد خوشو زیر کار بکشه، یه جایی رو بسازه. اون یه چیز دیگه است. یعنی اونجا مراکز ابتکار میلیون ها هستن، تو هر انسان یه مرکز ابتکاره که میخواد خودش بسازه و برکشه. مال ارتدوکس ها اینجوری نبود. در روسیه مهتر باید تصمیم میگیره، مهتر باید فشار می آورد، مهتر باید اینا رو میکشون. تا به امروز هم اینجوریه. روسیه با این عظمتی که داره و این همه تک آدمای موفقی که داره، این همه برنده جایزه نوبل، برنده جایزه فیلدز، یه آلمان به این کوچیکی نوک انگشتش اقتصاد رو متلاشی میکنه. یعنی هنوزم بعد از 300 سال یا 300 سال فرقشون با آلمان پروتستانتیشی یکی مونده. و جالبه هنوزم که هنوز، ولی اونا از جهان اسلام توانمندترن. گویا این قانون واقعا مثل قانون فیزیکی ریاضی میمونه که تو این رده بندی این سافت ورها یا این نرم افزارهایی که در مغزها نهاده شد، اون بخش مسیحی پروتستانت از همه سطح بالاتر بود، کاتولیک که رده میانه بود، ارتدوکس ضعیف پایه بود توی مسیحی‌ها، ولی هنوز 10 پله از اسلام بهتر بود. برای همین هم جهان اونا میتونه تا اندازه ارتباط رو به اروپای شمالی نگه داره که قطع قطع نشه، عقب عقب نیفته، فاصلهش مثل خاورمیانه نیست با اروپا، ولی مثل خود اروپای شمالی هم نمیتونه بشه، همیشه محتاج تکنولوژی آلمانی میمونه. اون طرف مسلمونا نه، اونا چه 300 سال پیش، چه 200 سال پیش، چه الان رو به قبله درازن. یعنی اون فاصله شون یک گسل نجومیه. حالا ما برگردیم به زمان قاجار. آقا محمد خان اومده سر کار. از تمام این حرفایی هم که منو تو اینجا داریم میزنیم، آخرین فرصتی که زمان شاه عباس بوده که این عقب ماندگی ها رو برسونن، این عقب ماندگی های تاریخی، نمیدونم اسلام چیه، زرتشت چیه، نمیدونم دینای بقیه، از این خبر نداریم. این فقط اومده تو اون سیستم بگیر و ببند و بکش ایلی ترکیه قدیمی که از قاجار بود. قاجار هم که اصلا از ریشه قوانلو و قوینلو و حالا از زیر شاخه بیات و اینا بر میگشت تا در حقیقت ترکمن هایی که یه موقع به ایران اومده بودن، نامی که آدم های همون ایلی ترکیه نسبتا بیخیالی بودن، رو به پیشرفت و کارهای مدنی و شاید تو این باقا نبوده اینا، نه تو چش اینو در بیره زبون اونو ببره از این حرفا که یه جور شاه بشیم. این کارا آخر با اون فتلی ببخشید با چیز انجام دادن، با لطفی خان انجام دادن که البته اونم به قول مات آذربایجان ماتخی نبود، به جز اینکه زندی خودشون آدمای خشن آدم کشی نبودن، چیزی هم بارشون نبود، بگن خب جلوی اینا رو میگرفتن. اومد سر کار با این همه بگیر و ببند و بکش و چش درو بگیر و زبون ببر، اومد سر کار. حالا تصور کن اون موقع فیزیک لاپلاس و اینا گذشته رفته تو اروپا، حتی دیگه نیوتن هم نیست، لاپلاس یعنی ما در آستانه قرن 19 هستیم، گاوس یه کودکی داره در آستانه پیدا میشه، اینا کسایی بدن وسط قرن 19، ریمان دیگه اصلا تو اون دیگه جای دیگه است، یعنی وسط قرن 19 دیگه فقط یه پله فاصله داریم با نسل اینشتین و اینها، درست؟ ولی از آخر 18 هستیم، همین الانش هم فاصله نجومی شده، فقط اونا تو ایران اصلا خبر ندارن. به قول تو میگی همین روسا که تا نصف هم نه 30% تونسته بودن پیشرفت اروپای شمالی رو برن، از پتر تا کاترین، به حالتی دیگه غیر عادی جلو زده بودن از ایران، که قبل از اینکه اون کار رو بکنن هم ارز ایران بودن تو جنگیدن زمان شاه عباس، هم ارز هم دیگه بودن. اروپای شمالی نه، اون هم موقع هم جلوتر بود، ولی اون هم ارز بودن. از هم ارز دیگه با این 30% اروپای شمالی که فهمیده بودن، انقدر نجومی جلو زده بودن که میتونستن تو یه جبهه اونجا علیه ناپلئون بجنگن، بعد تازه این طرف هنوز جلوی اینا رو بگیرن. البته خب حالا ترتیب درست داستان این بود که تا موقعی هم که علیه ناپلئون میجنگیدن میل نداشتن که با ایران در بیفتن کامل. وقتی که اون شکست و 1807 از ناپلئون خوردن و قرارداد آشتی برنهاده شد، اون موقع ناپلئون دست از سر اونا برداشت و همزمان هم دست از یاری به ایران برداشت. و بعد اون موقع اون شکست فرجامین در گلستان 1813 پیدا اومد. ولی لب داستان اینه که یه داستان دیگه رو بگم. این ایرانی های شیعه خودمون اسلامی و اینها با این همه ادعا و اینها و اون صحبت های عجیب و غریب که نمیدونم اگه فتلی شاه شمشیر از نیام برکشد چه میشود، خودشون هم خیلی دکتر بسیار خنده و تراژیک اینه،
خودشون ظاهرا دور و بر سال 1800 1805 میدونستن چقدر عقبن از اروپا، یه جوری بو برده بودن قبل از اینکه نبردها به گلستان منجر بشه. چرا؟ برای اینکه فتحعلی‌شاه همش دنبال این بود که یا پیمان همکاری با انگلیسی‌ها ببنده یا با فرانسوی‌ها. یعنی از زمان شاه عباس یادشون مونده بود که بدون مستشارایی که از اونجا اومد، اون شرلی ها و دیگران، ما شانسی علیه همین عثمانی‌ها نداشتیم، که خود عثمانی‌ها الحمدلله هر چی داشتن از اروپایی‌ها فقط می‌گرفت، خودشون بلد نبودن. این تمام جهان اسلام خداوندگار استعداد و پیشرفت بودن تا اون مدت. خیلی عجیبه با اینکه اینو می‌دونستن که ما بدبختیم و مجبوریم با انگلیسی‌ها همکاری کنیم، مجبوریم با فرانسه، اینو می‌دونستن، بازم دو پاشون کفش کردن که پیشرفتی پیشرفت. این واقعا از اون چیزیه که این قدما کت خداها تو ایران بهش میگفتن از عجایب اسلام، از اون یه منظور دیگه داشتن، از معجزات میگفتن. اینم از اونه. تو خودت میدونی بدبختی و به خاک سیاه نشستی، کمک فرنگی نیاز داری، میشه به من بگی چرا از جات تکون نمیخوری؟ این دیگه چه کامبینیشنیه؟ چون اگر باور نداشتن که عقبن، اینقدر دست و پا نمیزدن که برن مستشار انگلیسی بیارن، مستشار از فرانسه بیارن. همونجور تو همون حالت ایلی اینا میرفتن یه شکست وحشتناکی میخوردن، اصلا بیخبر از همه چیز متلاشی میشدن میرفتن. ولی اینا دیگه در پی این بودن که همش از انگلیسی ها و فرانسوی ها مستشار بگیرن. یعنی خودشون میدونستن که این فناوریه به شدت واپس مونده. و جالب اینه شرم جان، وقتی دوره اول، دوره نخست جنگ های ایران و روس، ایران شکست میخوره و پیمان گلستان رو میبندن و گرجستان رو واگذار میکنن، بخش بزرگی از اران یا آذربایجان، جمهوری آذربایجان کنونی رو واگذار میکنن و اینا، خب از اون تا حد فاصل جنگ های سری دوم ایران و روسیه که حدود 12 سال طول میکشه، مرتب در درون کشور صحبت از اینه که آقا باید کاری کرد، باید به این مناطق رو پس گرفت. و خود حکومت فتحعلی‌شاه میدانه که ناتوانه برای انجام این کار، برای همین مرتب به درخواست روحانیان پاسخ منفی میده که الان آمادگی نداریم، خزانه خالی، قشون نداریم و از خرابه. با این نگرش وقتی فرمان جهاد داده میشه و به اصطلاح علمای اعلام حرکت میکنن به قفقاز، عملا فتحعلی‌شاه و دولت قاجار دستشون بالا میره به شانه تسلیم و همراهی میکنن و خودشون و مردم داوطلب رو به مسلخی میبرن که میدونستن از پیش بازنده هستن و علارغم پیشروی های نخستین، حالا میخورن به سرما و نبود سوخت و نبود خوراک و مدیریت صفر در مسئله رهبری مسائل جنگی و پشت سرش ترکمنچای. یعنی نه تنها آگاه بودن برای اینکه نمیتوانند، بلکه هنگامی که روحانیون حرکت میکنن انقدر اینا ناتوانن یا زبون و فرومایه هستن که با قاطعیت جلوی اعلام جهاد و حرکت روحانیون ریز و درشت از سر کشور به قفقاز نمیگیرن. همون روحانیونی که هنگامی که وضع جنگ خراب شد هر کدوم از یه طرف در رفتن و توی سوراخ مش قایم شدن و هیچ کدوم قبول مسئولیت نکردن، که این کار اونها بود منجر به قرارداد ترکمنچای و از دست رفتن ارمنستان و نخجوان و تحمیل قطعی این شرایط و دادن قرارداد سنگین بود. چرا جلوی روحانیون اینا نگفتن؟ چرا؟ من به هر حال یه ارتباط مستقیمی داره به امروز ایران. ببین همونطور که اونا دو پاشون رو توی کفش کرده بودن و میگفتن ما پیشرفت نمیخوایم، پیشرفت نجسه، پیشرفت غیر اسلامیه، ولی یه جورای جهان هم میخواییم فتح کنیم، حالا خدا بزرگ کنیم چجوری. همین کامبینیشن الان هم هست. این جمهوری اسلامی اکنون هم خداوندگار گسترش عقب ماندگی ذهنیه، ولی میگه به زودی میخواییم جهان رو فتح کنیم. البته یه راهی وجود داره که مسلمان ها الان رو اون سرمایه گذاری میکنن. اگه همش ما افرادمونه بفرستیم به فرنگ این ورانور اینا بچه زیاد بیارن، مثلا ممکنه 100 سال دیگه فرنگی وجود نداشته باشه، ما جهان اینجوری فتح کنیم، امکانش هست. ولی اون فتح چه ارزشی داره من نمیدونم، چون بعدن تمام جهان دیگه بعدن یه دونه کشور عقب مانده خواهد بود مثل کشور اسلامی امروز، همه با هم دیگه شکمشون گرسنگی قارقار میکنه. اون اگه فتح میکنن دیگه اونجوری فتح میکنن، یه جای آباد فتح نمیکنه. ولی این انکار واقعیات و از طرف دیگه ما عقب مانده ایم، عقب ماندگی هم به هیچ وجه نمیخوایم بذاریم کنار، بلکه میخوایم دنیا رو فتح کنیم.
این کامبینیشن اون موقع بود الان هم هست و دولت مرکزی هم فتلیش ها و دیگران هم مثل که هیچ گونه اراده ای عقلی چیزی نداشتن یا اصلا میگفتن نه کلن عموم ملتمون انقدر وحشی و دینی و عقب ماندن اگه مثلا معلم به این روحانی ها خیلی فشار بیارم نمیدونم یه دهتاشون از دار آویزون کنم مثلا کار به جنگ داخلی میرسه شاید هم خودشون یه درک درستری داشتن چون ببین حتی خود شاه عباس هم گذشته از یه فسری فشارهایی که برخی روحانی آورد از یه حدی فراتر نرفت و اونام وقتی بهش گفتن که اگه زیاد بری ما کمک نمی کنیم با فتواها علیه عثمانی اونم مجبور شد باشون کوتاه بیاد و دست منطقیون رو کوتاه کنه مسئله که گفتیم این ترس از در افتادن با روحانیون و علما که تقسیم گردن رو نندازیم همه قوم دیوانه و وحشی شده بود به گذران هزار سال تقصیر اونا نندازیم من شدیداً مخالفت دارم که بگیم روحانیون ما واپسمانده بودن بقیه خیلی پیشرفته بودن اینی که با اونا در نیافتیم این من گمان میکنم خودشون نمیدونستن که شاید عموم قوم از همون دیوونه خوششون میاد چون نه شاه عباس میخواست با اونا در بیفته اون که دیگه توانش هم داشت نه یکی ها برخلاف پتر کبیر پتر کبیر که در فضای مسیحی عمل میکرد مسیحی ارتدوکس ظاهرا یه فرقای قابل توجهی آخر با اسلام داره حتی با بهترین بخش اسلام کمی شیعه باشه حتی پتر کبیر هم ناچار شد یه دره بکشه میدونم ولی آخر سر یه جوری مثل که قوم میفهمید آخر کوتاه میومد علمای مسیحیشون هم میفهمیدن که این دو تا چهار تا رو وقتی براشون میشگفت میگفتش که سروران گرامی الان آخرین فرصت واسه این که فاصله رو با اروپای شمالی کم کنیم وگرنه خودمون تبدیل به قدرت درجه 5 و مستمره خواهیم شد میخواهید ظاهرا از این روی جرقه نبود که کاترین فکر کنم نوش بود کارشو پی گرفت یعنی اگه جرقه بود دیگه پیگیری نداشت ادامه‌ای نداشت ما میگی که اگه شانس نمی آورد که پس از اون هم حالا بعدن با الیزابت مستقیم و بعد الیزابت اونو داشتن توی الیزابت روسی و بعد با کاترین به ویژه کاترین خب کاترین شانس بود البته کاترین ایمپورت از آلمان بود کاترین یه شاهزاده هولشتاینی بود یعنی مال شمال آلمان بود که پروتستانت بود درست اینو گرفتن واسه ولیعهد روسیه که یه آدم خود نیمه خلمشنگی بود جوان نیمه خلمشنگی بود و بعد این تمام این فضیلت‌های آلمانی پروتستانتی رو این با خودش این دختر برداشت بود اونجا حالا بگذاریم اون داستان تاریخ روسیه هم الان نمی‌خوام وارد بشم ولی مهم اینه که همون پتره که اول با چکش زد در رو باز کنه آخر همون ظاهرا علمای عقب مانده ارتدوکس اونا ظاهرا هر کدوم در مقایسه با علمای عقب مانده ما یه فیلسوف بودن بله تن دادن اصلا به تبلیغ یعنی میفهمید آخر سر که این اعلیحضرت این حرفا میزنه آخر راست میگه اگه ما تن در ندیم به این فرایند پیشرفت خب چه سرنوشتی میخوایم آخر داشته باشیم مال یکی نه بی خیال مثل همونی که الان در جمهوری اسلامی هم میبینی بی خیال شهرام یه چیز دیگه ای که در مورد قرارداد ترکمنچای هست که بازم به موضوع به جستارمون پیوند پیدا میکنه که کمترش پرداخته شده در مورد ترکمنچای خب تلخیه و زهر این قرارداد مثل گلستان جدا شدن بخشایی از ایران زمینه ولی یه بند داره که کمترش پرداخته شده به اصطلاح اون بند رو روسا آمدن یه امتیازی مثلا به ایران دادن هرچند امتیازی هم نبوده که دولت تزاری روسیه از این پس از فرزندان عباس میرزا برای رسیدن به تاج و تخت پشتیبانی میکنه و تا آخر دوره قاجار هم دولت روسیه یه همچین نقش رو بازی کرد خیلی فکر کنم دردناکه برای بار نخسته که ما میبینیم در یک قرارداد ایران با یک دولت بیگانه از اونها خواسته میشه که از یک خانواده از یک دودمانی پشتیبانی کنن ما دوره صفوی نمیبینیم توی دوره های پیش از اسلام نمیبینیم که این به عنوان شرط گذاشتن به نوعی میشود گفت فرزندان عباس میرزا تحت حمایت شما باشن فکر کنم برای همین هم است که زمان مثلا انقلاب مشروطه و محمد علی شاه اینا روسا آمدند و محمد علی شاه به پشتیبانی رو مجلس به توپ بست ولی یه همچین خاری و زبونی رو من فکر میکنم خود ایرانی ها یعنی خود دولت ایران با این امضا کلیدش رو داد در دست بیگانگان برای دخالت مستقیم این گونه نبود؟ در حقیقت مجموعه دردهایی که داری توصیف میکنی این ما رو آماده میکنه برای نشست آینده
چون این دردهای چند بعدی که وارد اومد، اول خود اون شکست، بعد مهتران قوم چه مذهبی چه غیر مذهبی به چشم خودشون دیدن که کشور فرو کاسته شده از یه ابرقدرتی که قبل اشغال میکردن هستن، از امروز به فردا به یه کشور درجه 3، حتی نه درجه 2. و بعد ایالات رفتن، فروکاست قدرت اومد، زبونی به جای رسید که دولت شاهنشاهی اینا که قبلا خیال میکرد این برای خودش در جهان هنوز کسیه، تبدیل شده به یک دولت بازیچه اون یکیا که میگه خواهش میکنم ولیت منو نگه دارید شده از این دست. یعنی واقعا نهایت شخصیت شکنی این، بعد اون چکشی بود که تو ملاج خیلی از مهتران ایران خورد که از توش آخوندزاده و دیگران در اومدن. یعنی یه درد زایمانی بود به سوی ایران نوین، به سوی ایران نوین و درگیری نهایی ایران با اسلام که ما تو اون دوران زندگی میکنیم. این درگیری نهایی که هنوز روشن نیست توی کتابای تاریخ چی نوشته بشه، که آیا آخر سر این اهریمن گشوده شد، حل شد، منحل شد، رفت به وسیله اون درد زایمانی که توی شکستای از روسیه پدید اومد و ایرانی آخر توی فرایند 200 ساله گلوشو گرفتن و کشورشون رو پس گرفتن، یا اینکه انقدر موند چنان که الان تو جمهوری اسلامی هم دوباره سر کار اومده که کشور متلاشی شد و تجزیه شد. این امکان دومیه که ممکنه منتظر ایران باشه توی سال آینده. چون که الان در حقیقت جمهوری اسلامی تو پیامد موندنش که در حقیقت همون بازماندهی در حقیقت شکست قادسی هست دیگه، این دولت اگر موفق بشه که ایران تجزیه بشه، بعد سرنوشت تاریخی ایران اونجوری تمام میشه. یعنی کتاب تاریخ می‌نویسن که اسلام آخر سر ایران رو کاملا نابود کرد، چون آخر به تجزیهش فرجامید و بعد دیگه کاری که پاشتن دیگه به هم نمیچسن که این دور زمونه. و یا اینکه از اون ور تمام بشه، یعنی اینکه آخر پس از 1400 سال پس میگیرن بالاخره کشور رو. ولی این درد زایمان به سوی این نبرد نهایی از همون گلستان و ترکمنچای آغاز شد که در پی اون بود که کسایی مثل آخوندزاده و دیگران بر اومدن. البته چند بودی کار کردن، فقط مسئله در افتادن به خود بنیاد اسلام نبود، بلکه دریافتن این که فرنگی ها به چه دستاوردهایی رسیدن. مثلا کلا جدا از این که اسلام بده خوبه ما کجا موندیم، فرنگی ها کجا رفتن، کارهای فرنگ رو دریابن و بیان و بخوان یه طرحی در اندازن که به وسیله اون طرح خودشون رو برسونن. و بعد اون مهتران روزگار پایانی مشروطه که ارث رسیدن به زمان رضا شاه و در زمان او این کانسپت عجب و غریب رو ریختن که یه پامونو میذاریم رو پیشرفت فرنگ، یه پامونو میذاریم رو ایران باستان. که توی اون دودمان پهلوی بعدن ساخته شد اومد بیرون، البته با مشکلاتی که داشت چون از بخش در حقیقت دموکراتیک انقلاب مشروطه فاصله گرفت که اونا رو بعدن به جزئیات میشکافیم. این راهی بود که وسط راه ایرانیا پیاده کردند و بعد توی مسلمان‌ها یا الله پرستا خودشونو بازسازماندهی کردند، چون اونا 350 سال پس از شاه عباس، نمیدونم 100 سال پس از اون یا 150 سال پس از اون شکست‌های عجیب علیه روسیه، هنوز بر این باورن که تمام پیشرفت بشریت نجسه و فقط از همین راه الله پرستی میشه زندگی کرد. و اونا با آیت الله خمینی اومدن سر کار واسه اینکه این پروسه رو متلاشی کنن و متوقف کنن و کردنم. یعنی الان این دور بازی دست اونا افتاد. من معلوم نیست، هنوزم کسی نمیدونه عاقبت ایران چی خواهد شد، که این بیماری 1400 ساله آخر سر حل میشه میره، یا اینکه ایران آخرش متلاشی میشه که تا الانم نصفش رفته. و این فرایند، این نبرد نهایی در حقیقت با شکست گلستان ترکمنچای وارد شد، چون مهتران ایران یهو بعد از 1000 خورده سال که در سوراخ‌های خزیده بودند و گم شده بودند، اون مهتران اساسی، این در حقیقت دیوان سالاری ها و اینها که حکومت 1000 خورده سال بود که دست ترک‌ها افتاده بود، اینا اومدن بیرون و خواستن که توی قیام بزرگ کشور رو پس بگیرن از این کامبینیشن عجیب و غریب سافت‌ویر اسلام و مهاجمین دشنشینای عرب و دشنشینای ترک. یعنی این میان پرده 1200 ساله رو که سافت‌ویر اسلام با دشنشینای عرب و ترک یه معجون دوزخی درست کرده در ایران و تمام پیشرفت‌ها رو سوزونده، اونا تو انقلاب مشروطه کوشش کردن که درمان براش پیدا کنن.
حالا تا چند خودآگاه بود یه مطلب دیگه است، چون خیلی هاشون ممکن بگه فقط دنبال دموکراسی بودن، دموکراسی هم یه امر فرنگی بود، آیا واقعا اینا دنبال درمان دردهای تاریخی بودن؟ اونو بعدا میشکافیم، ولی یه بخششون میدونستن چی کار دارن میکنن، مثلا آخوندزاده. ما تو اون دوران اون 180 سال پایانی اون موقع وارد میشیم که الانم توش هستیم و کسی هم هنوز نمیدونه که عاقبت این داستان چی خواهد بود. توی نشست آینده ما از این دردهای اول قاجار میریم به سوی این که پیش آماده سازی انقلاب مشروطه چجوری شکل گرفت. چقدر دیگه زمان داریم شاهین جان؟ یه حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم. من مطلبی که میخواستم بیافزایم شرم جان به اون چی که گفته شد در مورد تأثیر ویرانگر اسلام بر ذهنیت و اندیشه ایرانیان که 1000 سال ما رو به انحطاط برد تا در دوره قاجار به ورشکستگی کامل رسیدیم صحبت شد، ولی تأثیر مستقیم ما میبینیم مثلا درست اندکی پیش از جنگ‌های ایران و روس در سال‌های آخر سده 18 میلادی آقا محمد خان به تفلیس حمله می‌کنه، مرکز گرجستان، و تفلیس رو محاصره می‌گیره، در محاصره می‌گیره و بعد نهایتاً شهر رو فتح می‌کنه. گرجستان یکی از به اصطلاح استان‌های ایران بوده، از زمان صفویان بوده و خیلی از گرجی‌ها در نیروهای نظامی ایران بودن، مردم گرجستان برها ایرانی به شمار می آمدن، هرچند که از نظر تیر و تبار از قفقازی های قدیم هن. و ایشون 3 روز زن و بچه مردم تفلیس رو بر رزمندگانش حلال می کنه. چون آقا محمد خان مجتهد بوده، فقیه بوده، خب طبیعتا می تونسته حکمم بده با مای مجتهد، و این اتفاق گرجی هایی که بعدها خواستن یادی بکنن از آخرین پیوندها با ایران هیچ وقت این رخداد تلخ رو از یاد نبردن که کسی که قاعدتا رئیس دولت مرکزی بود و به نوعی به هر حال این گرجی ها اتباعش بودن، شهروندانش بودن، اینگونه با زن و بچه مردم رفتار کرد. برخی فکر میکنن رو تعصب مذهبی آقا محمد خان بوده، چون یه شیعه ششتونگ متعصب بود در حالی که گرجی ها مسیحی بودن، ولی من فکر کنم همون کار با کرمان هم کرد که کرمان هم شیعه نشین بود. بنابراین این روش این گونه آدم ها بود. برای همین در زمان جنگ های ایران و روس من فکر میکنم مناطق مسیحی نشین قفقاز مثل گرجستان و بخشای از ارمنستان تو شوک اون اتفاقاتی که فقط 12 سال پیش از اون انجام داده بود بودن، و ما اینجا باز یک بار دیگر از حضور اسلام و انسان‌های مسلمان متأثر مثل آقا محمد خان فکر میکنم سیلی مستقیم خوردیم، یعنی که براشون واقعیت، برنامه ریزی خردمندانه، عواقب کار کوچکترین ارزشی نداره. اون جنون وقتی اون لحظه میخواد این دیگه هر کاری حاضره بکنه، مگه اینکه جهان در اون آتش هم بسوزه، خودش هم بسوزه بره. یعنی نفی کامل عنصر خرد و وجدان فردی. این دوتا جهان مالی خولیایی خب تو این 1000 خورده سال تو ایران درست کرده. مطلبی که جالبه، من این نکته رو فقط چند زمان آقا محمد خان داریم میگذرونیم که من زیادم علاقه به شکافتن برنامه کاری ایشون ندارم، اون فراورده زمان و اون فرهنگ اونجا بود. خیلی بخیا در این لاف پنداشت یا در این توهم به سر میبرن که مثلا آقا محمد خان میتونست به حالتی جلوی فروپاشی کشور بگیره اگه اون کشنش به هیچ وجه نمیده بود. با اون پیشرفت تکنولوژیک که فرنگی‌ها کرده بودن، وقتی روسا بعدن با قوای کامل و اون تیمسارهای درجه یکشون که بعدن داشتن کار آزموده از جنگ‌های با ناپلئون میمدن سراغش، شانس نداشت. همون گونه متلاشیش میکردن که عباس میرزا رو متلاشی کردن، کوچکترین شانسی نداشت. من تو کارهای آقا محمد خانم اصلا فضیلتی نمیبینم به سوی این که مثلا بخواد بیشتر از مثلا فتلیشا درک کنه که ما بعد از فرنگی ها کمک بگیریم. یعنی من بیشتر رذیلت میبینم تا فضیلت. رذیلت همون فتلیشای خلوچل خودمون از آقا محمد خان آدم آرامتری بود. یعنی فتلیشا بیشتر تحمل میکرد که مثلا عباس میرزا بیاد رایزنیش کنه که بریم مستشار فرنگی رو بیاریم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم.
فقط دشواری فتلیش ها در این بود که البته من گمان نکنم که آقا ماتقان از این کارا میکرد، اصلا فیلم باقا نبود، که وقتی عباس میرزا بهش اشارت کرد که من این مدارس مدرن فنی و اینا رو که میخوایم بزنیم مستشارا پیشنهاد کردن، دوباره روحانیون مخالفت میکنن، میگن چون این کارهای اروپایی ها نجس و مسیحیان و از این حرفا اینا، و انتظار داشت که پدرش مقدار کمک کنه به وسیله اینکه اونا رو بکوبه. اونم اهل این کارا نبود. ولی آیا خود اصلا عباس میرزا هم آیا زورش میرسید اگر شاه بود؟ اونجا هم باز جای شکه، چون هر کسی که تو ایران میخواست این کار رو بکنه میدونستش که به سوی یه جنگ داخلی اون موقع داره میره، چون عموم مردم مسلمون و مالی خولیایی و دیوانه بودن، یعنی به اون چیز حق میدادن، به اون روحانیه، با اینکه میدیدن به سوی نابودی داره میره. تنها کسی که تو این معادله برای نخستین بار با اونا از در دیگری در افتاد و متلاششون کرد رضا شاه بود. چرا رضا شاه این کار عجیب تاریخی رو تونست انجام بده هنگامی که پیشینیان نتونسته بودن، حتی شاه عباس هم با اون همه تمرکز و قدرت همچین کاری آزمایش نکرده بود، اینها دلایل ویژه‌ای داره که یکی از دلایل مهمش هم همین انقلاب مشروطه است، ولی در شخصیت خودش هم بود و بعد در انحصار قدرتی که به وسیله تمرکز قدرت در قزاق‌ها و ارتش در دست خودش بود، یه کامبینیشن عجیب غریبی بود. و بعد بیگمان شخصیت خود رضا شاه که میگفتش که این صد عجیب غریب تاریخی رو باید شکست، یعنی اون بیشتر شباهت داشت به پتر کبیر خودمون. حالا اون بعدا ما رو میبره به طرف ادامه داستان که اونجا چه اتفاقاتی افتاد، خود اشتباهات ایشون در چی بود، فضیلتاش در چی بود، ما رو به طرف دوران پهلوی. ما فعلا تو نشست آینده حرکت میکنیم، میایم از محمدشاه، سرنوشت قائم مقام، و بعد همینجوری میایم جلو که چجوری انقلاب مشروطه انجام شد. بسیار عالی. من برای همیانانی که میخوان با ما تماس بگیرن، با جنبش رنسانس ایرانی در تماس باشن و پیوند نزدیکتر داشته باشن، شماره تلفنی رو میدم که میتونید یادداشت کنید الان، و میتوانید از طریق واتساپ پیام بذارید، بنویسید، و حتما شما رو در حلقه هماندیشان و یاران قرار میدیم. دوستان با این شماره میتونن با جنبش رنسانس ایرانی تماس بگیرن، کد 358 که کد فنلانده، 358، و شماره تلفن از 40 77 79 102. یه بار دیگه شماره رو از آغاز میخونم، اینترنشنال کد یا کد بین المللی هست 358، و در ادامه شماره هست 40 77 79 102. بسیار خوب شهرام گرامی، سپاس بسیار از حضور و سپاس از همیانان برای توجهشون. محبت بکنید کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، کانال یوتیوب رنسانس ایرانی رو با لوگوی مشخصش سیمرغی که بر فراز البرز کوه، و لینک برنامه‌های ما رو در اختیار همیهنانی که علاقمند به مقوله‌های جدی هستن قرار بدید. سپاس بسیار، بدرود.